دفعه دیگه میفروشمت. مطمئن باش این دفعه میفروشم. گن بزنن به اون زن توف این حلقه. بابا بازم واسه خودت دردسر درست کردی؟ بابا جواب بده. پلیز هر کاری میخواد بکنه بذار بکنه، فقط به ما گیر نده. خب تو برو لباساتو عوض کن یه وقت کثیف نشه. گیلاس پاشو برو لباس راحتیاتو بپوش. بیا اسمت جونم بیا. چه خبر پسر؟ داداش اصلا نپرس که من حالم خیلی بده. عاصم کاری کرده؟ نه هنوز کاری نکرده، اما شاید کاری کنه. نامه رو دیده؟ آره فکر کنم پیداش کرده. احمق دیوونه، صد بار بهت گفتم حکمت تو کلت نرفت. گفتم کاری گنده تر از خودت انجام نده. گفتم خودتو بیچاره میکنی. نگفتم ها؟ نگفتم؟ باشه داداش باشه. چی باشه؟ چقدر کدنی؟ میخوای چی کار کنی؟ وا چه خبره؟ از من نپرس. چی شده؟ تو رو خدا ول کن، بهت بگم هم که باور نمیکنی. اما من واقعا یه احمق دیوونم. احمق ترین فرد این خانواده منم. دارم راست میگم، باور کن راست میگم. خیلی خوب، شما دارین چیو از من پنهون میکنی؟ همه یه جورین، انگار یه سر و سری دارن. همه دارن یه چیزیو ازم پنهون میکنن. این چه وضعیه؟ تو سب کن من باز میکنم ساواشه. وای پسرم کجایی؟ دنبال اون دختره گذاشتی رفتی؟ گوشیتم که جواب نمیدی. برو تو شام حاضره، برو. یه کاری کنیم، امروز تو خونه غذا نخوریم، بریم بیرون، ببرمت یه جای خوب که مادر و پسری با هم باشیم. نه من بیرون خسته میشم، نمیخواد. بیا بریم. باشه، ولی دکتر چی گفت؟ گفت نباید توی خونه بمونی، باید بری بیرون. تو هم به تنوع احتیاج داری. خب پسر عزیزم من فقط به تو احتیاج دارم. بیا بریم غذا بخوریم. بیا بیا دیگه. داداش پلیس بعد از دستگیری شما حتما اینجا رو زیر رو کرده. یکم هم ما زیر روش میکنیم. خب داداش ما الان دقیقا دنبال چی میگردیم؟ یه وسیله چیزی که مال باریش باشه دیگه. با وسیله باریش میخواییم چیکار کنیم داداش؟ وایسا پیدا کنم بهت میگم. چیزی که پلیس پیدا نکرده رو آخه ما چطوری پیدا کنیم؟ ساکت شو دیگه، برو اون برو بگرد. آقای باریش خان بهت نشون میدم در افتادم با من یعنی چی. ببین این بار پلو خیلی خوب شده، دفعه پیش خوب پخته نشده بود. هی میگم میخوام ازت چی بپرسم. اون دختره که امروز صبح اومده بود کی بود؟ آها اون دختر کوچولو رو میگی؟ اون چیزه، اون یکی از دختراییه که تو اون خونه های اون طرف زندگی میکنن. یعنی همسایه هست؟ همسایه احتمالاً اونایی هستن که توی اون خونه قدیمی ها زندگی میکنن. باید بچه هایی که از کارگرا باشه. آره ببین چی میگم. امروز صبح بابات زنگ زد، گفت ساواش حتما فردا باید بره شرکت. گفت نباید تو کارای شرکت کوتاهی کنه، اونجا رو دیگه خیلی ول کرده. به نظر منم خیلی حق داره. تو واسه چی به حرف اون گوش نمیدی؟ من نمیفهمم. اون پدرته. مامان جون تو چرا اینجوری میکنی؟ چی کار میکنم؟ یه جوری رفتار میکنی که انگار همه چی عادیه.
انگار که هنوز بابا تو زندگی ماست. مگه نیست؟ نیست. نیست. ببین. ببین میدونم که خوشت نمیاد از این حرفا بزنم. میدونمم که میخوای فراموش کنی. ولی وقتی تو اینجوری رفتار میکنی من بیشتر ناراحت میشم. از اون مردی که متنفر میشم. ببین. اینطوری صحبت نکن. اون پدرته. مامان جون نیست. نیست. مامان من. اون بابای من نیست. وقتی تو توی بیمارستان بودی اون با عشقش فرار کرد. از اون موقع دیگه اون بابای من نیست. نیست. نیست داداش. نیست. هیچی نیست. مگه واریش احمقه که بخواد مدرک اینجا بذاره؟ حتما چیزی گذاشته. برو با گرد دیگه. گشتم دیگه. نیست. برو کیسه ها رو بگرد. منو نگاه نکن. برو دیگه. علی خوش اومدی داداش. خوش اومدی علی. ممنون داداش. ممنون رفیق. چه خبر؟ بابات چطوره؟ داداش نپرس. بند خدا مریض که بود وقتی هم که فهمید من افتادم زندان حالش خیلی بدتر شد. خدا شفاش بده. داداش تو واقعا مطمئنی که باریش ما رو به پلیس لو داده؟ مطمئنم. خب پس حالا باید چیکار کنیم؟ نباید کارشون رو تلافی کنیم؟ من یه نقشه ای دارم. اول باید یه مدرکی پیدا کنم. باید یه چیزی پیدا کنم که مال باریش باشه. آره داداش باید پیدا کنیم. ولی اون یارو که نمیاد لباس و وسایلش اینجا بذاره و بره. داداش میدونی آخرین بار که واسه کار رفتیم باریش از دستکشای من استفاده کرد؟ چون پلیس اومده بود اینجا نتونست بیاد دستکشای خودشو برداره. دستکشای باریش کجاست؟ بیا نشونت بدم. وایسا اثر انگوش نزار. اونو بده به من. ها اینا بگیر. پس بگو تو اینجا قایمش کردی آقای باریش خان. وای 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 آفرین علی. اون یکی لنگشم همینجاست. عالیه. برو کیسه از اون ور بیار. فردا این قضیه رو تمومش میکنیم. بدرود جناب آقای باریش خان. بدرود. آه چه خبره؟ باباته. باباته. مامان بابا از کی تا حالا زنگ میزنه آخه؟ این حتما آقا فکری توه. آقا فکری. آقا فکری دارم میام. آقا فکری. آقا فکری. آقا فکری. شیوا. آقا فکری. شیوا خانم. آقا شیما خانم شما میدونین که عشق یعنی چی؟ یا کفشتون رو در بیارین. من دارم از عشق میگم. شما داری از کفش میگم. ماما این یارو چرا اینجوریه؟ من چه میدونم حتما مریضه. این حسابی مسته. خدایه چرا نگاه میکنی؟ زود باش دختر بیا بلندش کنی. یه چی ماما؟ زود باش بیا کمک کن. آقا فکری این بچه راست میگه. من بلند شو آقا فکری. نمیخوام باشم. آقا فکری شما چی کار کردین؟ به خودتون بد میکنی. بیاین بیاین بشین. من میرم تو اتاقم. آقا فکری؟ شیما خانم جون بفرمایید. آقا فکری این عشق است و این عشق. های عشق چی شده؟ این عشق آدم و این سک بدبخ میکنه. شما چی دارین میگین آقا فکری؟ چی دارم بگم؟
دوست دارم بذار بشنوم مگه دوست داشتن گناهه؟ راست میگین به خدا دوست داشتن بهترین احساس توی دنیاست مگه نه؟ آقا فکری؟ اینو در بیارم که راحت بشون آقا فکری بیارین در بیارین خب اینجوری راحت میشین به شما چی کار کردین؟ عزیزم ولی گفت دوستت دارم گفت به خاطر من نه بابا مگه منو گفت نکنه نکنه وای نه عزیزم چه ربطی داره وای خدا وای به جان خودم نای اون میخواد به من میخواد به پیشنهاد ازدواج بده وای فکر میخواد خواستگاری کنه من چیکار کنم حالا چیکار کنم آبا این تو بردم مشته نبینه مشته نبینه مشته نبینه اوه میخواد ازم خواستگاری کنه پشت حالت چطوره؟ حالت به هم نمیخوره؟ نه خوبم مثل صبح حالم بد نمیشه خیلی خوب خوبه صبح که بشه سری میریم پیش دکتر میریم دیگه عشقم میشه لطفاً از یه چیز دیگه حرف بزنیم طوفان؟ ببین تپش قلب گرفتم تا صبح از تپش قلب خوابم نمیبره خیلی خوب باشه حالا تپش قلب نگیر باشه از یه چیز دیگه حرف میزنیم از چی؟ میدونی امروز چه اتفاقی افتاد؟ چی شد؟ شکران خانم هست زن آقا فکری خب میگن برگشته استانبول فیلیس خبر داره؟ من نمیدونم آقا فکری هیچ حرفی نزد آی قلبم وای واقعا که طوفان کجاست آخه اینو الان میگن مگه من الان چی گفتم خب ای وای خدایا الو طولای حالت خوبه فیلیس من خوبم نگران نباش خب خوبه چی شده خیر باشه این وقت شب من میخواستم یه چیزی بهت بگم گیلاس اسمتو بخوابون خب الو بگو چی شده؟ ببین فیلیس الان طوفان گفتش که خب چی گفت؟ به اونم آقا فکری گفته که چی گفته؟ چی شده؟ شکران خانم توی استانبوله آره آره هستم آره هستی ولی خب صدات نمی اومد تقصیر منی سب کن میام پیشت باشه فیلیس نباید پشت تلفن بهت میگفتم میام پیشت نه نمیخواد بیای بچه ها دیگه خوابیدن ممنون که خبر دادی ممنون خبر دادی یعنی چی دختر مگه من غریبم واقعا که سب کن الان میام زود میام نه یا دیگه من به خاطر بچه ها ترسیدم امیدوارم دوباره حسابمونو به هم نریزه آخه این زن واسه چی این کارو میکنه آروم باش فیلیس هرس نخور شاید هم به خاطر شما نیومده باشه یعنی میشه به خاطر ما نیومده باشه امیدوارم به خاطر ما نیومده باشه
ببین بچه ها تازه حالشون خوب شده، حتی فکرت هم تازه حالش خوب شده. آخه الان اگه چیزی شد خبر بده، بعدن حرف میزنیم. باشه عزیزم، تو هم بهم زنگ بزن. خب باشه. رحمت چی کار میکنی؟ هیچی، دارم درس میخونم. این وقت شب؟ امروز شنبه است، پسر بگیر بخواب. راست میگی، حق با توه. تو چیو قایم کردی الان؟ ها؟ نه بابا، کتاب ریاضی بود. نه دیدم قایم کردی، کتابو بده ببینم. این دیگه چیه؟ خب اینا رو توی دانشگاه تدریس میکنن، چون یکم سختتر و مشکلتره، گفتم از الان یکم بخونم. راست میگی؟ فیلی زارون بچه ها خوابن. داری واسه دانشگاه میخونی؟ داری نگاه میکنی که چیا رو بخونی؟ آره همینطوره. وای رحمت، من خیلی بهت افتخار میکنم. باشه فیلیس. به خدا راست میگم، شاید همیشه نگم اما باشه بابا، حالا نصف شبی آبگوره نگیر. خیلی ازت ممنونم، فدات بشم. دیگه بخواب. باشه. رحمت، تو وقتی برای خواب نداری میدونی که تو فضولی نکن. رحمت، امیدوارم مهندسی ژنتیک قبول بشی. بگی بخواب بچه. آبجی، نتونستم امروز چای دم کنم. اشکالی نداره عزیزم، آخر هفته است دیگه، استراحت کردی. خوابیدی دیگه، مگه چیه؟ وای اوه، ورزشکار اومد. حاضری پسر خوشتیپ؟ معلومه. ببین چه پوزی هم میده، بازیکن تیم ملی اینجوری کلاس نمیذاره. مراقب باش نریزه رو لباست که با سر و وضع تمیز بری مسابقه. واسه مسابقات که اینا رو نمیپوشم، بهمون میدن. خب پس ما برای چی اینا رو خریدیم؟ واسه این که سر تمرین بپوشم. فیلیز، با این اطلاعات ورزشی داغونم کردی. نمیدونستی؟ حداقل واسه تماشای مسابقه میرم. کار دارم. بودو ببینم چقدر آماده ای ورزشکار. وای 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 وای، آماده ای ورزشکار بزرگ؟ آماده. معلومه که آماده این، چه حرفیه میزنم. خیلی خوشتیپ شدی پسر. خیلی ممنون. خب بریم. سلام به همه. خوش اومدی. خوش اومدی.
خیر باشه، فکری سر صبحی چی شده؟ خواب منو دیده بودی؟ کجا بودی بابا؟ اینو باز کن دیگه، کار داریم. ای خدا آقا بابا این چیه؟ چرا این اوتوماتیک کردی؟ خودمون میزدیمش بالا دیگه. این آخرین سیستمه به خاطر دوزا. چقدر براش میدی؟ دوباره؟ آره بابا دوباره. چقدر براش میدی؟ تو نمیتونی اینو بفروشی فکری؟ این مگه حلقه شکران نیست؟ چند ساله که چند بار آوردیش و هر بارم برش کردم. تو برو سر صبح خستم نکن. تو چقدر وسیه این میدی؟ اینو بگو فکری. وای چند میخارشته بگو دیگه. تو نمیتونی اینو بفروشی. تو رو خدا اینو از من بخر دیگه. ببین به خدا قسمت دادم اینو بخر دیگه. ببین مطمئنی؟ آره مطمئنم. آره بله خب پس باشه. 150 تا. باشه. فلیس ما داریم میریم. باشه میبینم اتون. موفق باشی. خدافظ. به سلامت. حکمت چیزی شده؟ نه چیزی نشده. مطمئنی؟ انگار یه اتفاقی افتاده. من که چیزیم نیست ولی انگار توی چیزیت هست. بیا تو... بریم حکمت، حالا بعدن حرف میزنیم. برو ببینم. خیلی. بدو فکرت. موفق باشی پسر. این که اسباب بازی نیست. چقدر بازی کردن با تو سخته بچه جون. پسر تو الان چجوری میخوای بری مغازه؟ چه میدونم داداش، میرم دیگه، هرچی میخواد بشه بشه. میگم یه وقت یارو بلایی سرت نیاره. آخه خدا میدونه که تو اون نامه چی نوشتی. وای داداش منو بی خیال، سر اسرا بلایی نیاورده باشه. من نگران اونم، تمام شب خواب به چشمم نیومده. من نمیتونم بی خیال شم، ببخشیدا. تو رو ول کنم نگران اسرا خانم شم. منم باهات میام. چی؟ مغازه؟ داداش دست بردار، تو مگه امتحان نداری؟ امتحان کیلوی چنده؟ اگه برای سرت بیاد چی؟ داداش چی میخواد بشه؟ ته تهش اخراج میشه. تو رو خدا برو به کارت برس پسر. آخه اگه بلای سرت اومد من چجوری خبردار شم؟ آها به موبایل مژده زنگ میزنم بگیر. مراقب خودت باشی داداش، به کارت برس. مگه من بچه‌ام؟ چطوری مژده؟ خوبم. تو چطوری؟ خوبم. من دیگه رفتم. خدا خبر بده. حاضری؟ حاضرم. خب بری. صامت بیا یه جوری دیگه این قضیه رو حل کنه. پای شکرانا وسط نکشم ها. روز اسم این زنه رو که شنیدم خواب و خوراک برام نمونده، اعصابم به هم ریخته. هنوز پیداش نشده، من دارم سکته میکنم. نه فکری، نه هیچ راه دیگه ای نداره. یا میاد امضا میکنه یا اینکه تو کلن باید از خیر این حقوق بگذری. گند بزنن به این حقوق و امضای این زنه. اینقدر موضوع رو بزرگ نکن فکری. یه امضاست دیگه، نهایتش میاد یه امضا میکنه تموم میشه. فقط یه امضاست دیگه. میگم بیاد امضا کنه، منم حقوقمو میگیرم. باشه برو برو. سود باش سود باش سود باش فکری.
پس اینا کجا؟ تو رخکنن، لباساشونو که بپوشم میان. من تشنمه. باشه عزیزم، الان میرم برات آب میارم. تو بشین، من میرم براش میگیرم. منم باهات میام. باشه بیا. تو چیزی میخوای؟ نه خیلی ممنون آقا سواش. یهو چی شد؟ چیزی نشده. مگه اسمت سواش نیست؟ من دارم اسمتو میگم دیگه. دوتا آب بهم بدین. یه بریم. کی به خواهرم میگی؟ به زودی گیلاس. واقعا به زودی. چیه به هم اعتماد نداری؟ ببین من خواهرتو اذیت نمی کنم، باشه؟ از این مطمئن باش. فقط به هم زمان بده، یکم زمان. باشه من بهت زمان میدم، اما حواسم بهت هست آقا سواش. شروع شده؟ آره شروع شد. ولی فکرت تو بازی نیاوردم. میارنش، یکم صبر کن، تازه شروع شده. اگه بازی نکنه خیلی ناراحت میشه. نه بابا نگران نباش، اونم میاد بازی میکنه. آها ببین داره میاد. تو اینو از کجا پیدا کردی؟ جزو اسراره. استرس داری؟ نه. میبینم که از اینجا خوشت اومده. آره برام جدیده. خیلی راحت به نظر میرسم نه؟ نسبت به مدرسه ما. خب باشه من اینجا منتظرتم، باید بری طبقه دوم. باشه. باشه موفق باشی، هرچند نیازی نیست دعا کنم. آقا فکری تا اومدی رفتید تو دستشوی بیرونم که نمیاین. نکنه معده دردی حالت هوا دارین؟ من برم براتون لیمون نعنا درست کنم ها؟ نمیخواد شیما خانم جون. نکنه از حرفی دیروز شرمنده شده. آه
آقا فکرو بیای بیرون دیگه. باشیم خانم، بذاری راحت باشم دیگه. خب پس باشه. نمیتونم این کار بکنم، نمیتونم. آقا فکری، واسه چی سر کسی که تو دستشو که داد میزنی؟ حتما میخواد خواستگاری کنه. شیما خانم. بله. میتونم ازتون یه درخواستی بکنم؟ بله. یعنی میتونین؟ اینه بگیرین دیگه. شیما خانم چرا نگاه میکنین؟ گرفتم. شیما خانم من الان یه شماره بهتون میگم. خب شما به اون شماره زنگ میزنین. خب تلفنو که برداشتین میگین که شما شکران خانم هستین؟ شکران کی؟ اونش مهم نیست. شما بهش میگین که تبریک میگم شما برنده شدین. همین. این شکران خانم چی برنده شده؟ یه قرعه کشی چیزی. قرعه کشی؟ آره قرعه کشی. آه نه نه بهش بگین یه خرس مخملی برنده شده. یه خرس مخملی بزرگون و عاشقشه، نمیتونه طاقت بیاره. آره شما زنگ میزنین و اینو بهش میگین که یه خرس مخملی خیلی بزرگ برنده شده. معذرت میخوام آقا فکری، این شکران خانم کیه؟ یعنی این شکران خانمی که خرس برنده شده کیه؟ شما خیلی سوالای مسخره میپرسین آشیما خانم جون. شما وقتی که زنگ زدین اگه گفت من شکرانم، اون وقت میگین که تبریک میگم شما برنده شدید. میگید یه دونه خرس و 500 لیر برنده شدید، ولی حتما برای تحویل شما خودتون باید بیاین. توی مایا بس بگیم فقط همین. آقا فکری، این شکران خانم هر کی که هست این جایزه بخوره تو سرش، یعنی مال خودش. شیما جون کجا؟ آخه ای بابا حالا اینو بیا چمش کن. آبجی فکرت عصبانی شده، حالا یه جوری پسره رو میزنه که ازش هیچی نمیمونه. Thank you.
تموم شد؟ انقدر زود؟ البته شما بهتر میدونین، اما 60 دقیقه هم برای این امتحان زیاده. میشه بیای؟ صاحب این برگر رو تو اولین جلسه کلاس بیار، میخوام باهاش صحبت کنم. حتما استاد. بریم. وا تموم شد؟ آره. اما زود اومدی. خیلی آسون بود، چی کار میکردم؟ تو واقعا نابغه‌ای. نه بابا چه نابغه‌ای. سری بریم دیگه. الان از اینجا مگه میتونیم بریم مدرسه خودمون؟ عین این میمونه که از اسب سوار خر شیم. تو خیلی خوش شانسیه. من اون وقت دقیقا تو چه موردی؟ خیلی باهوشی. هر دانشگاهی که دلت بخواد میتونی بری. من ولی باید مغزم بتره که تا بتونم یه جایی قبول بشم. راستش مجده، من نمیتونم برم دانشگاه و وقتم رو تلف کنم. این دیگه چه حرفیه؟ یعنی من به محض اینکه دبیرستان رو تموم کنم باید برم سر کار. نمیتونم دیگه سربار خواهرم باشم. چرت و پرت نگو رحمت. تو میتونی هر دانشگاهی که بخوای بری. ولی نمیخوام. بیا بریم. رکیه این رک رکیه رکرا خانوم شیما خانم جون. شیما خانم دارم میام تو. این چه حالیه شیما خانم جون؟ چرا دارین گریه میکنی؟ نه من گریه نمیکنم. خب دارم میبینم دیگه. تارا خدا چی شده؟ میشه لطفا منو تنها بذارین آقا فکری؟ نمیتونم شما رو تنها بذارم شیما خانم جون. تا الان خیلی ها شما رو تنها گذاشتم ولی من این کار رو نمیکنم. دیگه تنها نیستی. آره؟ آره. شما خانم جون من خیلی اذیتتون کردم، معذرت میخوام. من فقط میخواستم با یه دوستی شوخی کنم، یه شوخی تلفنی، ولی حالا شوخی نمی کنم، چیزی نیست که. خیلی خب شما یکم استراحت کنید، من دیگه میرم. آقا فکری خیلی ممنون. خواهش میکنم، در واقع من از شما ممنونم. خب استراحت کنی. نه گفت تنهات نمیذارم. به خدا گفت تنهات نمیذارم. خب آخه این شکر چیه؟ بابا الو الو
شکران. منم فکری میدونم که تو استانبولی شکران، باید صحبت کنم. الو شکران میشنوی؟ شنیدم. باشه، منم میخواستم درباره موضوعی باهات حرف بزنم. تو چی میخواستی بگی؟ دکتر، نتیجه آزمایشمون. بفرمایید لطفا. دکتر، چند هفتشه؟ جواب آزمایش خونتون اومده. بله. دکتر میشه یه کمی عجله کنین؟ ما خیلی هیجان زده ایم، زودتر باید بفهمیم که چند ماهشه. خب راستش من موقع معاینه هم فهمیده بودم، فقط برای اینکه مطمئن تر بشیم خواستم آزمایش بدین. و با توجه به جواب این آزمایش، متاسفانه بچه‌ای در کار نیست. آخه یعنی چی؟ یعنی شما حامله نیستین تولای خانم. آقای دکتر، آخه این همه علائم برای چی بود؟ خب ممکنه که اشتباه برداشت کرده باشن. به احتمال قوی یه مسمومیت ساده غذایی بوده. وای، آبرومون رفت توفان، مثل احمقا جفگیر شده بودی. خیلی خب باشه، خودتو ناراحت نکن، ما هنوز جفتمون جوونیم، یکم پول دادیم دیگه، چیزی نیست. ببینین، در واقع موضوع اصلی که میخواستم با اتون حرف بزنم همینه. البته به آزمایش‌های خیلی دقیق‌تری احتیاج داریم، ولی با توجه به آخرین معاینه احتمال اینکه تولای خانم بتونن در آینده بچه دار بشن وجود نداره. فکرت، تبریک میگم، تبریک میگم. آبجی، اگه حواست باشه ما باختیم. خب باشه باشه، بریم سمت ماشین. میدونی من چرا بهت تبریک میگم؟ میدونم، ازت ممنونم. فیلیس، من از تو خیلی ممنونم. واسه چی؟ به خاطر اینکه انقدر خوبی. این چه حرفیه عزیز دلم. تولای، خودتون ناراحت نکن، خواهش میکنم، دنیا که به آخر نرسیده که. طوفان، بیا جداشیم. چی؟ میگم بیا جداشیم دیگه. ببین، نمیتونیم رسماً ازدواج کنیم، نمیتونیم بچه دار بشیم. معلومه که من قسمت تو نیستم، مشخصه دیگه، واسه خوشیوم نیستم. طولای، قیامت بشه، دنیا به آخر برسه، تو مال منی، فهمیدی؟ جدا شدن از این حرفام نداری. طوفان، آخه مگه نمیبینی؟ طولای، شنیدی چی گفتم بهت؟ شنیدم. خوبه، امروز خیلی ساکتی. واقعا؟ نمیدونستم. اتفاقی که نیفتاده ناراحت باشی؟ نه نه، چیزی نشده. خوبه که چیزی نشده، ایشالا که اتفاقی نیفتاده. بگیر هر لکچه و کثیفی که داشت رو تمیز کرد. وای آسم، دست درد نکنه. خب من دارم میرم، تا یه ساعت دیگه میام، تو هم حاضر شو، خونه میام دنبالت. باشه.
اسرا از تو جیب پالتوت چیزی پیدا نکردی؟ مثلا چی؟ خب چه میدونم یه چیزی. نه چیزی نبود. آقا قاسمم پیدا نکرده؟ قاسمو که میبینی چطوری لباسا رو میبره میده خوشویی و میره میگیره. آره خوب منم خیلی تعجب کردم. بین خودمون باشه، تصمیم گرفته تغییر کنه، قراره به زندگیمون اهمیت بده. دیشب یکم صحبت کردیم. واقعا؟ حتی امشب قراره شام منو ببره بیرون. انگار همه چی داره درست میشه حکمت. خب چه خوب، ببین چه خوبه. ما امروز یکمی سود میبندیم. میخوام برم خونه حاضرشم که شام بریم بیرون. تو هم اگه بخوای میتونی الان بری. بهتون خوش بگذره. خیلی ممنونم. اسرا تو رو دوست دارم. دلم میخواد با صدای بلند فریاد بزنم. دیگه نمیتونم تو دلم نگه دارم. هر چقدر بیشتر تو خودم نگه میدارم و سکوت میکنم بزرگتر میشی. تو قلبم جا نمیشی. بیشتر از این نمیتونم پنهان کنم. دوستت دارم، دوستت دارم، دوستت دارم. پسر واسه چی گفتی من بیام اینجا؟ اگه یکی ببینه چی؟ آقا شما درست میگی، ولی فکر کردم اگه بیام کلانتری خیلی بیشتر تابلو میشه. خیلی خب خلاصش کن، بگو چی شده، چرا گفتی بیام؟ مگه شما مدرک نمیخواستی؟ چرا؟ بیا اینم مدرک. اینا چیه؟ وسایل باریشه. از اینا که نمیشه به عنوان مدرک استفاده کرد. نه الان نمیشه، ولی اگه تو محل حادثه پیدا بشه اون وقت ارزش پیدا میکنه. برو پیش فیلیس، تنها نمون اینجا. نه خیلی خسته شدم طوفان، میخوام یکم تنها باشم. خیلی خوب پس منم نمیرم، سر کار پیشت میمونم. نه عشقم نمیخواد، تنها میمونم. خیلی خوب باشه. Thank you.
فیلیس، یکم با دوستان بازی کنم؟ باشه عزیزم، بازی کن، زیاد بیرون نمونی، فقط یه ساعت. باشه، بریم بچه ها. بارش خیلی ممنون که اومدی. من ممنونم، خیلی بهم خوش گذشت. چیزی میخوای بگی؟ نه، همینجوری. میخواستم بگم که من حیرون کاراتم. آخه چرا؟ به خاطر کارایی که میکنی، همین که به خانوادت اهمیت میدی، به خواهر و برادرات میرسی، این خیلی کار بزرگیه. با منم هر جور که هستی خیلی خوبه. ممنون. خب دیگه، خدافظ. خدافظ. وا، شما چرا هنوز نرفتین تو خونه؟ آبجی میشه منم برم پارک؟ منم میدم. خب باشه، اسمت هم با خودت ببر پارک. دیر نیای نا، یه ساعت. ای بابا نگاش کن، چجوری غم برک زده؟ مجده، من برم پیش این، بعدم میبینمت، باشه؟ ناراحت نشو دیگه، ببین بچه ناراحته، تابلوه. خب باشه، ولی شب زنگ بزن. باشه، از موبایل خواهرم زنگ میزنم. بزن کنار، منم بشینم. چی شده؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ خودت اینجا چی کار میکنی؟ آها، اخراج شدی. عاصم نامه رو دیده؟ بلایی سرت آورده؟ نه، هیچ کدومشون نامه رو ندیدن، اسرام ندیده. شاید توی راه خوشویی از جیب پالتو افتاده. به خدا بنده خوششانس خدایی حکمت، آخه چی بگم؟ بهتره دیگه بی خیال این قضیه بشی. داداش، میدونی اسرا بهم چی گفت؟ دارن زندگیشونو بهتر میکنن. امشب هم شام میرم بیرون، واسه همین گفت میتونی زودتر بری. میگه عاصم داره بهش اهمیت میده. واقعا؟ از عاصم بعیده؟ باشه پسر، ناراحت نباش، حتما یه خیری توش بوده. پسر اینا با هم هم. اونم چند ساله. قضیه هم همینجا تموم شد دیگه. ناراحت نشو پسر. اوف، عجله کن پاشو بریم، عجله کن ببینم، پاشو.
کاریش نمیشه کرد. فکرت بیا اینجا. اومدی؟ بله عزیزم. برو پارک، گیلاس و اسمت اونجا بیارشون. باشه؟ باشه. منو ببین وایسا. اینو بگیر، یه بسته ماکارونی و 4 تا لیمو بخر. باشه؟ برو شیطونی نکنی ها. من با بابات صحبت کردم. بابا اینجا نیست. برو جک ها رو ببین. دارین چی کار میکنین جوجه ها؟ از کجا میایین؟ چه خبره؟ پارک بودیم، داریم میریم خونه. پسر مسابقه چی شد؟ داداش حق کشی کردن. اشکالی نداره، دفعه بعد شما میبرین. دیگه خواهرم نیا، چون که سر هر ضربه جیغ و داد میکنه. باشه، منم خودم میام. ماما من اومدم. چقدر بزرگ شدین. حکمت، بیاین بریم تو، بیاین بریم.
چی شده؟ چرا همه تون اینجایی؟ فیلیز منو راه نداد، بچه هم که خوشگشون زد، معلومه هیچ که دلش برای من تنگ نشده. خب من درو باز میکنم، بریم. همتون خیلی خوبین. من مطمئن بودم که فیلیز ازتون خوب مراقبت میکنه. من هیچ وقت نخواستم که شما رو ول کنم بچه ها. شروع شد این قصه های مادرتون از دست دادیم بچه ها، باز شروع شد. چی داری میگی؟ چیه؟ مگه دروغه؟ مگه من به خاطر تو از بچه‌ها خونم محروم نشدم؟ محروم شدی؟ تو محروم شدی؟ تو مگه نذاشتی و رفتی؟ حتی پشت سرت هم نگاه نکردی و رفتی؟ من هیچ جا نرفتم، کسی رم ترک نکردم. فکری شکران، تو انگار کوری و توهم زدی. تو نرفتی؟ پس من گذاشتم رفتم؟ من فقط خودم رو نجات دادم. مگه من انتخاب کردم که بچه هامو ول کنم؟ مقصر اصلی تویی. من مقصرم؟ تو منو نابود کردی. من؟ تو؟ بله. تحویل بگیر ببین دیگه، میبینی کارتو؟ بچه ها بهت میگم بابا، ولی میبینی با مادرشون چطوری رفتار میکنن؟ اینا تقصیر توه، همش تقصیر توه. تو منو نابود کردی، بیچارم کردی. من چیکار میکردم؟ واسه زنده موندن فرار کردم. تو منو از آدم بودن انداخته بودی، داشتی خفم میکردی. من یا باید خودمو میکشتم یا گم میشدم میرفتم. منم رفتم، چیکار میکردم؟ کاش اولی انجام میدادی، میمردی میرفتی، هم تو راحت میشدی هم ما. آره تو همیشه همینطوری بودی. آره دیگه، تو آدمو میکشی بعد حتی عذاب وجدان هم نمیگیری. من بودم سر جا، مقصرم. تو گذاشتی رفتی، بازم من مقصرم. قبل از اینکه با تو آشنا بشم چه زندگی خوبی داشتم. خوب بود؟ خب چرا نشستی را باز جاده دراز کاشو بودم دیگه. فکری، تو گفتی من بیام اینجا. چی؟ ببینم، تو گفتی؟ آره من گفتم، من گفتم. به تو هم باید جواب پس بدم؟ در واقع من خودم خواستم بیام. خیلی وقت بود که داشتم بهش فکر میکردم. خیلی وقت بود که به چی فکر میکردی؟ میخوام عصمت رو ببرم. میخواد چی کار کنه؟ میخواد عصمت رو ببره؟ دخترم زود عصبانی نشو، برات توضیح میدم. من دختر تو نیستم. من میخوام که عصمت پیش من باشه. دارم توی استانبول برای خودم یه زندگی جدید درست میکنم و عصمت هم میبرم پیش خودم، همین. زندگی عصمت چی؟ ها؟ زندگی ما چی؟ آها ببخشید، شکران خانم هر تصمیمی بگیره همون باید بشه. تو واسه خودت تصمیم میگیری، بعدش هم میذاری میری، تصمیم میگیری میمونی. اما اینجا رو صبر کن، نمیتونی واسه بردن عصمت فقط خودت تصمیم بگیری. فقط اگه عصمت رو ببرم اون برگه هایی که گفتی و برات امضا میکنم. فکری قبول بابا.
آروم باش دخترم، مادرتونه دیگه، گوش کنی، شاید اونم حق داره بابا. چه برگه هایی؟ امضای چی؟ امضا و برگه ها اهمیتی نداره دخترم، مهم اینه که بتونم اسمتو ببرم. مسئله اسمت مسئله نیست که به خاطرش بحث کنیم. افتاد؟ اسمت به من احتیاج داره، اسمت با من میمونه. همچین چیزی نمیشه. من میخوام یه زندگی جدید واسه خودم درست کنم، میخوام یه خانواده برای خودم درست کنم. تو که یه خانواده داری، ببین ما خانواده توییم. آبجی، اسمت با ماما میره؟ نه خیر، هیچ کس کسی رو جایی نمیبره. تو نمیتونی هر وقت که دلت میخواد بری و بیا یکی از اعضای خانواده رو انتخاب کنی و ببری. آروم باش دخترم، آروم باش. مادرتون یه اشتباهی کرد، حالا برگشته. اینم چیزی نیست، یکم هم مثبت نگاه کنین دیگه. این به تو ربطی نداره، تو ساکت باش. این درباره توه، درباره اینه که تو چی کار نکردی و من چی کار کردم. من به همشون خیلی خوب رسیدم، هیچ کدومشون به تو احتیاجی ندارن. گیلاس مبصر کلاسه، تو گروه مناظره مدرسه هم ماه بعد نماینده میشه. رحمت شاگرد اول مدرسه است. ببین نمیگم کلاس، میگم مدرسه. حکمت هر سال تقدیر نامه میگیره. بچه بعد از مدرسه تو مغازه کار میکنه، واسه پول در آوردن. فکرت رفته تو تیم بسکتبال، امروز اولین مسابقهش بود. اسمت هم داره پوشک و کنار میذاره. اینا هیچ کدومشون با کمک تو نبود، چون که تو نبودی. اما اومدم دیگه، اینجام. اسمت بچه منه، اسمت حتی تو رو نمیشناسه. فیلیز، من مامانشم. تو مامان منم بودی. شاید با تو دیگه نتونم رابطه‌مو درست کنم، اما با اسمت هنوز یه شانس دارم. خواهش میکنم منو ببخشی گیلاس. فکرت، معذرت میخوام ناراحتتون کردم. همتونو خیلی دوست دارم، به خدا. لطفاً اجازه بدین من دوباره براتون مادری کنم. اجازه بدین باز مادرتون باشم، خواهش میکنم. حالا که تو اینجایی دیگه خودت به درس و مدرسه و آشپزخونه و زندگیشون رسیدگی کن.
من تا همینجا بودم. موفق باشی مامان. تو اینجا منتظر باش. بودو الو آقا جمیل، دیگه بقیهش با تو. باشه باشه، فهمیدم. از 62-71 به مرکز به محل حادثه نزدیکیم، اعزام شد. بریم ببینیم چی شد. سال تو اطراف رو نگاه کن. ساله بیا بیا ببین اینا رو میبینی؟ اونا رو بردار. باشه برشون میدارم. توی داشبورد دستکش هست، یه چراغ قوه هم بیارم. باشه منم خبر میدم. از 62-71 به مرکز. جانم فیلیکس، فیلیکس الو میشنوی؟ میشه لطفا بیای پیشم؟ چی شده؟ تو چرا گریه میکنی؟ وقتی اومدی میگم. خب باشه، تو کجایی؟ من الان میام. کجایی؟ همون ساحلی که همیشه با هم میای. باشه من دارم میام، دارم میام. Thank you.
فلیس؟ چی شده؟ بگو دیگه چی شده؟ مامانم اومده. من امشب نمیتونم برگردم تو اون خونه. باشه باشه، آروم باش، آروم عزیزم، آروم باش، آروم باش. فلیس دیگه نیازی نیست توی اون خونه بمونی. تو الان یه خونه داری. اینجا مال توه؟ نه، مال توه. من نمیتونم همچین چیزی رو قبول کنم. اینجا رو چجوری خریدی؟ یعنی این همه پول از کجا آوردی؟ مامان بابام قبل از مرگشون یه مقدار پول برام گذاشته بودن کنار که یه خونه برای خودم بخرم. منم خیلی به خودم فشار می آوردم که خرجش نکنم. خوب شد فشار آوردم. بالاخره یه خونه خوب پیدا کردم. یه خونه نزدیک تو. البته نگاه به ظاهرش نکن، یکم توش خرج کنم ظاهرش قشنگتر میشه، خیلی قشنگ میشه. خونه مال خودت باشه، ظاهرش مهم نیست. منو ببین، هر چقدر دلت بخواد میتونی اینجا بمونی فیلیس. متوجهی لازم نیست برگردی تو اون خونه. اینجا من چی دارم میگم واسه خودم، اینجا که هیچی نداره. بیا بریم یه هتل برات بگیرم راحت تری. بیا بریم. نه نمیخواد، من جایی نمیرم، نمیخوام دور بشم. امشب با هم باشم، فردا مامانم میره، منم برمیگردم خونه. وقتی میبینمش نمیتونم نفس بکشم. اون وقت اگه نره چی؟ مامانتو میگم. میره، همیشه رفته، بازم میره. اسمتم نمیتونه ببره، از پس خودش بر نمیاد، چه برسه بخواد اسمتو نگه داره. حتما تا حالا از حرفی که زده پشیمون شده. همینجا میمونم، فردا که گذاشت رفت برمیگردم. هر بار اذیت نمیشین؟ معلومه که میشین، بچه ها نابود میشن. نه، منظورم خود توی فیلیس. میشدم، البته وقتی بچه بودم، الان دیگه بزرگ شدم، میدونم هر بار میره. ولی گیلاس و فکرت خیلی مامانو دوست دارن. منم بچه بودم همینجوری بودم، برای همینم خوب درکشون میکنم. اما وقتی رفتن بغلش کردن حالم خیلی بد شد. خب منم کوچیک بودم، همینطوری بودم، چون بزرگترا بالای سرم نبودن، ولی من بالا سر اونا. وقتی بغلش کردن حس کردم جای خالیشو پر نکردم. وقتی اونا بازم جای خالیشو حس میکنن، یعنی من نتونستم موفق بشم. اگه یکی دیگه بود چی؟ گفتی بزرگتر بالای سرمون نبود. اگه یه بزرگتر بالای سرتون بود
دلت برای مامان تنگ نمی شد؟ تنگ می شد عزیزم. گریه نکن قربون تو برم. عزیزم تموم شد. نه نمیخواد بیای اینجا. نه الان نمیشه. باشه من حلش میکنم. با کی حرف میزنه؟ چه میدونم. بابا رو دیدی؟ بمب انداخت خونه و رفت. تعجب کردین؟ داداش مامان واقعا میخواد اسمت رو ببره؟ خب از نظر قانونی این حق رو داره، بالاخره مادرشه دیگه. اگه بابا قبول نمی کرد اینم همچین پیشنهادی نمی داد. یعنی به خاطر ما نیومده، فقط به خاطر اسمت اومده؟ این حرفا کدومه فکرت؟ مگه ندیدی؟ خودش اولش گفت دلم برای همتون تنگ شده. دیگه داشت همه چیشو یادم می رفت، صورتش و موهاشو. داداش مگه می شه آدم مامانشو یادش بره؟ طبیعی پسر، خب خیلی وقت بود ندیده بودیش. منم شبا یادم میره نار چی خوردم. مگه تو فردا مدرسه نداری؟ دارم. خیلی خب بگی بکم. پاشو بریم حکمت. کجا بریم؟ بریم یه دوری بزنیم. باشه بریم. پاشو. بعدم بهت زنگ میزنم. بچه ها خیر باشه، این وقت شب کجا میریم؟ بیا بریم داداش. باورم نمیشه داداش، یه جوری میپرسه کجا میرین که انگار واقعا نگرانمون میشه. مادر نمونه ای ساله. داداش این زن چجوری هر بار که میاد جوری رفتار میکنه که انگار همین دیروز ماها رو دیده؟ ها؟ همینه پسر، این زن ها همشون همینن. چی کار کنیم؟ مجبوریم تعامل کنیم چون میدونیم که میره. بریم خونه طولای؟ حتما فیلیز اونجاست. نه بابا، بذار دختره آرامش داشته باشه. بریم ساحل. آره بریم ساحل، تو این هوا زاتوریه کنیم بمیریم. ننه بابامونم خیالشون راحت شه. فکر خوبیه واقعا. حرف نداره. را بیافرین. بریم. الو؟ نه من نمیتونم. یعنی نمیتونم یهو دست اسمتو بگیرم بردارم برم. بچه ها ازم متنفر میشن. دلم میخواد بمونم. میخوام بمونم، دل همشونو به دست بیارم، بعد اسمتو ببرم. نمیتونم ببینم ازم متنفر باشن. گیلاس؟ چی شده؟ هیچی، اسمت خوابید. اومدم اینو بهت بگم. تو چرا نخوابیدی؟ من دلم خواست بیام پیشت. خب بیا بیا. بیا دخترم بیا. مامان. بگو دخترم. دیگه از اینجا نمیری نه؟ نمیرم. خسته نباشی پسر. سلامت باشی. کمیل. بله قربان.
در مورد پرونده ماشینا شنیدم پیشرفته خوبی کردین. بله قربان، الان دارم از صحنه جرم میام. ظاهرا مدرکم پیدا کردین؟ آره بله پیدا کردیم، خود رو شکر مدرک خیلی خوبی پیدا کردیم. خوبه، اثر انگشتم که ثبت بشه بقیه‌اش دیگه هیچ کاری نداره. معلوم میشه این همه دوزی کار کی بوده. این پرونده هم بسته به حساب میاد. خوبه، پسش پرونده جمیل. آفرین. خیلی ممنون قربان. چی شد فیلیس؟ یه خواب بد دیدم. تو اینجوری سردت نشد؟ نه سردم نشد، فقط بدنم گرفته. بیهوش شدیم. حکمت، فکرت، رحمت، پاشین بچه ها. من خودم چایو دم میکردم. وا، مگه بچه ها چای دم میکنن عزیزم؟ من دم کردم، برو صورتتو بشور دخترم. عصمت تو برو اونور. فکرت، صبح بخیر. گیلاس، زود باش بیا بیرون. در نزن پسرم، تازه رفته دستشویی. فکرت، اومدم مامان. امروز براتون عسل میخرم. از این به بعد شیرتونو با عسل میخورین. شروع کنین، بخورین دیگه. هنوز نیومدن بیرون؟ نه، اگه یکم دیگه نرن مدرسه دیرشون میشه. خدا کنه صبونشون خورده باشن. مامانت درست میکنه. بعید میدونم بتونه. خب خودشون درست میکنن فیلیس، بچه کوچولو که نیستن، از پس کاراشون برمیان. امیدوارم. من میرم سر کار فیلیس، باید برم. آه باشه، اگه خبری شد بهم زنگ بزن. باشه، سری خودمو میرسونم. باشه. آه چیزه، شب موقعی اومدن چند تا وسیله میخرم که راحت تر باشی. ولش کن، برای من چیزی نخر. مطمئنم مامانم تحمل نمی کنه. چند روز دیگه میره، منم برمیگردم خونه. در ضمن نمیتونم با تو توی خونه باشم. باشه، تو میمونی من میرم، مسئله این نیست. هر چقدر دلت بخواد میتونی اینجا بمونی، با خیال راحت. از نظر من مشکلی نیست. باشه، ممنونم. خواهش میکنم. میبینی هنوز نیومدن بیرون. فیلیز اگه اینقدر نگرانی برو ببین چی کار میکنن. پاشین بچه ها. کجا پسرم؟ مدرسه. وایسین، داریم صبونه میخوریم. بریم بچه ها. میخوام در مورد یه چیزی با هاتون حرف بزنم، لطفا یکم صبر کنید. خیلی خوب، بشینی. من دیروز گفتم عصمتو میبرم، بعد فکر کردم دیدم نمیتونم. منظور؟
منظورم اینه که اینجا میمونم برای یه مدتی، شاید یه مدت طولانی. آبجی فلیز، چرا سرپا وایسادی دخترم؟ بیا بشین، بشین برات چای بریزم. من نمیخوام. خب بقیه ی حرفاتو بزن، گوشم با توه. الان میام. چی میگفتم؟ خب میخوام یه مدت بمونم، بعدم یه خونه نزدیک خودم براتون میگیرم، اون وقت همش با همیم، شما هم میایین پیشم. به نظرتون خوب نیست؟ من دیگه میرم. کجا پسرم؟ داریم حرف میزنیم. من گوشم از این حرفا پره. برو بابا. بریم داداشو. داداش ما چی؟ بذار برن گیلاس. من میرسونمتون مدرسه، صبونتون رو بخوری. تو پاشو بیا کارت دارم. کی میخوای بری؟ دخترم گفتم که میخوام بمونم. با این کارات بچه ها اذیت میشن. این چه حرفیه؟ خودت میدونی منظورم چیه. هرچه زودتر وسایلتو جمع کن برو، هرچه قدم زودتر بری برامون بهتره. اجازه نمیدم بچه ها رو ناراحت کنی. فیلیز من مادر اونام، چرا باید کاری کنم که ناراحت بشن؟ میدونم که تو الان خوب از پسشون بر اومدی، دارم میبینم، ولی دیگه من اومدم. اومدی؟ اینقدر سخته بخوای بهم یه فرصت بدی؟ فرصت؟ ازم میخوای بهت فرصت بدم؟ مثل اینکه یادت رفته. بذار یادت بندازم، کلاس پنجم بودم، گفتی برو کارنامتو بگیر بیا، اگه نمرهات خوب باشن برات سورپرایز دارم. بدو بدو رفتم کارنامه‌مو گرفتم اومدم، معدلم خوب بود. فکر کردم میخوای برام کیک و غذاهای خوشمزه درست کنی، چون مامانای بقیه این کارا رو میکردن. نگو سورپرایزت این بود که میخواستی بذاری بری. عجب سورپرایزی بود. چون با بابا دعوا کرده بودم. آها یه چیز دیگه هم هست، اونم خیلی باحاله. رحمت 10 سالش بود، روز تولدش بود. گفتی عصر میریم شهر بازی، سوار چرخ و فلک میشیم. عصر اومدیم، دیدیم نه شکران خانومی در کاره، نه اون چمدون معروفش. رحمت 3 روز تمام حرف نزد، میدونستی؟ هر کاریش کردیم حرف نزد. بازم بگم یا نه؟ از این داستانا زیاد داریم، حال داری بگم؟ دست از سر گیلاس و عصمت و فکرت برمیداری. اجازه نمیدم همون جوری که ما رو خورد کردی و رفتی اونارم خورد کنی. فیلیز من عوض شدم. تو نمیتونی عوض بشی. این چه طرز حرف زدنه؟ چون دلم برای خانواده و بچه هم تنگ شده، باید به تو حساب پس بدم؟ آره باید حساب پس بدی، تو زندگی منو دزدیدی. باشه حالا بهت پسش میدم، برو زندگی تو بکن. آبجی گیلاس جون، مامانتون میبرتتون مدرسه. آبجی وایسا.
حالا تو میخوای بذاری بری؟ مگه میشه من بذارم برم عزیزم؟ من داداش باریشتون خونه خریده همین نزدیکی ها، خونه ی عمون اومانینا رو یادتونه؟ اونو خریده، من یکم اونجا میمونم به عنوان مهمون، خیلی نزدیکم، صدام کنین میشنوم. باشه؟ پرسیدم باشه؟ منم برم ببینم سکوت چه طعمی داره، ولی حواسم بهتون هست، نگران نباشین. برین صبونتون رو تموم کنین، باید برین مدرسه. گیلاس شیر اسمت رو بده بخوره. باشه؟ باشه. فلیس، خوبی طوفان؟ وقت داری 5 دقیقه حرف بزنیم با هم؟ آره بیا بریم. اوف، خیلی دیرم شد. بیا یه چیزی بخور. مامان دارم میگم دیرم شده. این کی اومد؟ دیشب اومد، منم نشریدم، صبح بیدار شدم دیدم رو مبل خوابیده. سر صدا نکن، بذار بیچاره بخوابه. باور کن منم دلم نمیخواد بیدار شم. شکران. چی گفت؟ گفت شکران؟ شکران. به خدا داره میگه شکران مامان جون. ماما حالت خوبه؟ خوبم، برو مدرسه دیرت شد. باشه پس من رفتم. شکران کجایی؟ شکران امضا کن دیگه. آقا فکری؟ امضا کن تمام شه بره بابا. کجا رو امضا کنم؟ امضا. شکران. شیما خانم جیم صبحتون بخیر. آقا فکری بخیر باشه. شما چرا بالا سر من نشستین؟ داشتین حرف میزدین، گفتم نکنه مریض شدین، تب کردین، به صبونه میخورین؟ نه من نبه. یاب جو باشه. چشم از یخچال. چشم. طولایی که انقدر دوست داره چطور تونسته بذاره بره؟ اونم وقتی که چیز بود. از اون خبرها نیست فلیس، یعنی دکتر گفت نیست. آه. طولایی حامله نیست. دکتر گفت؟ واقعا؟ دکتر گفت چیزه. چی؟ خب بگو چی گفت دیگه. چیزه طولای چیزه بچه دار نمیشه. دکتر گفتش که نمیتونه بچه دار بشه. چی؟ یعنی چی آخه؟ نه باورم نمیشه. یکی که عرضه نداره 6 تا بچه میاره، اون وقت یکی مثل طولایی که اینقدر مهربونه. فلیس تو رو خدا طولایی برام پیدا کن، خواهش میکنم. زنگ میزنم جواب نمیده، تو زنگ بزن بگو برگرده خونه.
به خدا بدون اون نمیتونم. صبر کن طوفان. طولای چی کار کردی؟ کجا رفتی؟ من و طوفان منتظرتیم، خیلی نگران شدیم. کجا؟ چرا؟ باشه گریه نکن. خیلی خوب گریه نکن. حرف باشه، حرف میزنیم. باشه عزیزم، خدافظ. کجاست؟ رفته بورسا پیش مامانش. بعدم یه چیزی گفت، گفت طوفان بدون من زندگیشو ادامه بده. گفت دیگه بر نمیگردم از این چرت و پرتا دیگه، اصلا الان نمیدونه چی داره میگه. کجا؟ بورسا. میرم زنمو بیارم، هرچند اصلا نمیدونم کجاست، ولی لازم باشه تو ترمینال منتظرش میمونم. یکی دیگه بیارم آقا فکری؟ اینم شد سوال شیما خانم جون. بله اصلا نمیاد بپرسم. آقا فکری؟ بله شیما خانم جون. میشه یه سوال ازتون بپرسم؟ بفرمایی. میپرسم چیزه؟ شکران کیه؟ ببخشید من خدا زود باش مامان، الان کلاسم شروع میشه، خانم معلم عصبانی میشه. اینطوری نمیشه دخترم، چیزی خواست بگه به من بگه. زود باش مامان، من امتحان دارم. اومدم پسرم. پاشو اسمت. پاشو اسمت جونم. بریم بچه ها، زود باشین مدرسه تون دیر شد. طوفان با احتیاط برو، زیاد تون نرو، لازم نیست تون بری، دور نیست. باشه نگران نباش. خبر بدی یا باشه؟ باشه حتما. خداحافظ. خداحافظ. اوف اوف. چرا وایساد؟ آخه اینم شد ماشین؟ خرابشی لعنتی. میبینی تو را خدا فیلیز، اینم از شانس بد منه. این که تعجب نداره، این ماشین کی کار کرده که الان کار کنه. سوار اتوبوس شو برو. واقعا با اتوبوس برم؟ آره دیگه، بورس همین بغله. باشه اینو بزنم کنار برم. کمک کنم؟ آره ممنون میشم. حالا من یه چیزی گفتم، بیا یه ذره هولش بده. آره بیا. من چجوری هول بدم؟ شیما خانم میتونم بیام تو؟ بفرمایین. شیما خانم من دارم میرم. به سلامت آقا فکری. شیما خانم شما پرسیدین شکران کیه؟ شکران زن منی.
طوفان تو نگران نباش، من به بچه ها میگم حواسشون به ماشین باشه. خیلی خوب باشه، من رفتم فیلیس. به سلامت، خبر بده. باشه. خانم محترم، با فیلیس الی بول کار داشتیم. با خودم هم بفرمایید. لطفاً اینجا رو امضا کنید. این چیه؟ امضا برای چی؟ آقا باریش امروز صبح اینا رو سفارش دادن. هزینه‌ش هم پرداخت کردن. یه نیم ست مبلمانه. باید امضا کنید که خالیشون کنی. خب خونه کجاست؟ اونجاست. باید ببرین اونجا. خالی می‌کنی. فکر کنم وسایل آوردن. آره من خریدم. نه برای تو نخریدم، برای خونه خریدم. تصمیم داشتم بخرم. نمیخواد الکی عصبانی بشی. پس چرا خبر نمیدی؟ خبر ندادم چون سرم شلوغ بود، کار داشتم. چی کار کردن؟ جابجا کردن؟ نه الان میخوان ببرن تو خونه. خوبه، خوبه، عالیه. این وسایلم با پول بابات خریدی؟ آره دقیقاً همینطوره. جیبم خالی خالی شد، هیچی ندارم. خیلی خوب باشه. من دیگه باید قطع کنم. باید برگردم برم سر کار. بعدن خودم بهت زنگ میزنم، باشه؟ خدافظ. خب بچه ها چی شد؟ چه کار کردی؟ داداش خوش اومدی. سلامت باشین. چی شده؟ چرا گفتیم بیایم اینجا؟ این بار موتوریمون نشده. آقا باریش، تو همیشه همه جوره هوای ما رو داشتی. هر وقت مشکلی پیدا کردیم کمکمون کردی، شکممون رو سیر کردی، برامون لباس خریدی. خدا ازت راضی باشه. حالا بگو قضیه چیه پسر. این مرتی که جنگ. جنگ چی شده؟ داداش کلا و دستکشای تو رو پیدا کردن، بعد به عنوان مدرک رفتن گذاشتن توی ماشینی که مثلا تو گیر بیفتی. یعنی برا تله گذاشتن آقا. وقتی علی اینا داشتن حرف می زدن رفیقامو شنیدن. فهمیدم. داداش کاری از دست ما برمیاد؟ آره از درد سر فاصله بگیری. چشم، دمت گرم. بریم. عجب بساطی شده ها. شما عجب عوضیایی هستی. میدونم با اتون چی کار کنم. گرفتمت. بودو. دختر این کیه؟ مامان فلیزیناست دیگه، زن فکری شکران. ولی من نمیشناختمش. نبایدم بشناسیش. قبل از اینکه تو بیای تو این محل گذاشته بود رفته بود. وای پسرم، با دوستات بازی کن برم آب بخورم بیام. داره میاد. نگاش کن اومد. شکران، خوش اومدی. چطوری؟ آهان، ببخشید نشناختمت. آره خب خیلی وقت بود نیامده بودی. ولی دیگه برگشتم که بمونم. جدی؟ کار خوبی کردی. بهتر خودت بالا سر بچه‌هات باشی. میگم اصلا هم عوض نشدی یا تازه جوانترم شدی. تو هم عوض نشدی. نه بابا، بچه‌ها زندگی داغونمون کردن. بپز و بشور و بساب و بذار و وردار، ولی تو اسفند دود کن برای خودت. خیلی ممنون، لطف داری. پور رو. آها ببین فکری هم اومد. آره چیکار میکنی این وجبی ها؟ خیر باشه، برای چی اومدی فکری؟ تو چه؟ اومدم خونم. اگه بس به تو جواب پس بودم، اومدم با حرف بزنم. چه حرفی میخوای با هم بزنی؟
الان نمیتونم حرف بزنم، میشه برید؟ دارم با پسرم وقت میگذرم. نگاش کن چه حرفا میزنه. میشه بری؟ فکری نمیرم. هلش نده عزیزم، هل نده. چی کار میکنی؟ این بچه کیه؟ بچه منه. پس پاشو جمعش کن. نه بابا، این چی میگه دختر؟ انگار خل شده. زود باش معذرت بخوام. نمیخوام. باید معذرت بخوای. معذرت نمیخوام. چی میگی دخترم؟ بچه‌م باید پسر دست پسرم معذرت بخوای. نه بابا، برای چی معذرت؟ چون بچه‌ی منو هول داد. بچه‌ام دارم با هم بازی میکنن. پس تو باید تو معذرت بخوای. برای چی باید معذرت بخوام؟ معذرت بخوای. هیچ کس حق نداره پسر منو اذیت کنه. نه نمیخوام. نه پسرم معذرت میخواد. نه من بهت ببینم. فکری یا زن تو جمعش کن. بچه‌ام بگم میذارم لهش میکنم. سر دیوونم. اونا رو ولشون کن. تو چی میگی؟ وای عقلت از دست دادی ها. بابا جان اینا هر روز دارن با هم معذرت بخوام ببینم. بابا ای بابا عجب آدمیه ها، میزنم لهش میکنم. هیچ کس حق نداره به بچه من بی احترامی کنه. نه بابا، چیزی یهو یاد بچه ها افتادی تو. برو پی کاره، وگرنه مو به سرت نمیذارم بمونه. ببینم لهش کن بابا، این حق درست حسابی نداره. لهش کن دیگه، این خیرش به کی میرسه که به ما برسه. بیا عزیزم تو هم بیا بریم خونه. برو بیا پسرم، بیا بریم. با اینا دیگه بازی نکن. میبینی به خاطر تو چه به روزم اومده؟ به خاطر من تو به اون حمله کردی، چه ربطی به من داره؟ تو اومدی حسابمو خرد کردی. فکری من اومدم اعصابت خورد شد؟ دیوونه، قبل اینکه من بیام با زن ها در افتاده بودی. عجب، تو اگه خیلی بچه دوست بودی زودتر از اینا به فکرشو میافتری. حرفای چرت و پرت نزن. نه اینکه تو پدر خیلی خوبی بودی، داری از من ایراد میگیری؟ تو حتی اسم بچه هاتم یادت نمیمونه دای مرخم. چرا یادم نباشه؟ این اسمتم خودم یادمه. من مثل تو بچه هامو ویل نکردم برم. یه روز رفتی شرق ترکیه، یه روز رفتی غرب ترکیه. من مثل تو جهانگردی نکردم. تو ویل نکردی بری. نه نخه. اسمش چی بود؟ سب کن بگم اسمش چی بود؟ آها شیما. بچه ها گفتن بابا خونه شیما خانم میمونه، اینجوری ولشون نکردی بری؟ من بالا سر بچه هامم، فقط دو تا کوچه پایین ترم، حواسم 24 ساعته بهشون هست. خدا ازت نگذره. برای چی ازم نگذره؟ مگه من چیکار کردم؟ توف به روزی که تو رو دیدم فکریش. اتفاقا دست برقص و کاملا باید موافقم. زنی که دیوونه بچه رو یادت رفت. بیا پسرم، بیا عزیزم، بیا بریم. بیا مامان جون بیا. دیگه مامانت اینجاست، هیچ کس نمیتونه اذیتت کنه. آره پسرم، دیگه فقط مامانت اذیتت کنه. برو گمشو فکری. بری گمشو فکری. اسمت مواظب خودت باش پسرم، حلالم کن. خانه بر خدا. چنگ اینجا ببینم. اینجا تو چقدر درک نشناسی مردی که چقدر چه سفیدی عوضی. مگه من نبودم که آدمت کردم؟ گفتم دست به مال فقیر فقرا نزن، آدمت کردم. این بود جواب خوبیام؟ آدم بودن و دست یاد بگیرم. دو سال تمام شبانه روز برات کار کردم، تو هم رفتی منو لو دادی. یادت آره مرتیکه احمق بیشور، من برای چی باید لود بدم ها؟ تو کی باشی که من بخوام تو رو لو بدم؟ مرده که نفهم. منو ببین جک، برای من چاله نکن، وگرنه تو همون چاله چالت میکنم. فهمیدی چی گفتم یا نه؟ آشغال کثافت. با من کار داشتین قربان؟ آره، بیا جمیل بشین. الان با آزمایشگاه صحبت کردم، هیچ اثر انگشتی نتونستن پیدا کنن. چطور ممکنه قربان؟ شده دیگه، اثر انگشتا پاک شدن، هیچ اثر انگشتی نتونستن ثبت کنن. میشه بفرستیم برای تست دی ان ای؟ در صورتی میشه که یه نفر رو به عنوان مظنون بگیریم و تست اونو با این مطابقت بدیم. باید یه متهم پیدا کنیم. کسی هست که بهش شک داشته باشی؟ نه قربان. پس هیچ کاری نمیشه کرد. باید زمان ارتکاب به جرم دستگیرشون کنیم. چشم قربان. بزنم کلاس کنسل شد. آره داداش آسم نیستش؟ چیزه یکم دیگه میاد. آها چیز چطور بود؟ دیشبو میگم. بهتون خوش گذشت؟ آهان شام خیلی خوب بود، خیلی حکمت.
آسین به هم قول داده عوض بشه. جدی؟ خیلی خوشحال شدم. عالیه. خوشحاله. آسمو دوست داره. میبینی چقدر خوشحاله؟ برات متاسفم حکمت. خیلی برات متاسفم. خوشکم زده. پس من چیز کنم وسایلمو بذارم توی انبار. هی اینجا رو. چی شده؟ نگاه کن، این دختر هاشم نیست؟ چرا خودشه؟ این مادر دختر کلن آروم نمیگیرن. بی خود نگفتن مادر رو ببین دختر رو بگیر. اون چی بود؟ به خدا چیزی نیست، همینجوری داشتیم تو اینترنت میچرخیدیم. باز کن ببینم. باز کن، دارم بهت میگم باز کن. باز کن ببینم. زول نزن به من، بازش کن. این دیگه چیه؟ آروم باش داداش. این یعنی چی؟ این دیگه یعنی چی؟ این یعنی چی؟ خدا بگم چی کارتون کنه؟ بیا موهای بیا به چی؟